دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر هنرور، با توجه به توصیه های اخیر شورای اروپا مبنی بر افزایش استخدام مسلمانان در نهادهای آموزشی و انتظامی دانمارک، به نظر شما چه موانعی بر سر راه اجرای این توصیه ها وجود داره و چگونه می توان با نجات پرستی و اسلام حراسی در این کشور مقابله کرد؟ ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه دستاندارکاران برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز، ببینید، مسئله تبعیض در اروپا توی سه تا مقوله جا میگیره. مثلا یکی مقوله مثلا اسلام حراسی و اسلام ستیزی و اسلام گریزیه، یکی مقوله نژاد پرستیه و یکی مثلا مقوله کلاسیسمه. این مقوله که به خصوص در دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی بیشتر صحبت میشه، پیش داوری درباره افراد بر حسب کلاس و طبقه و کاست اجتماعی اونها هستش و بنابراین کلاسیسم یک چیز فراتریه که حتی در مورد هم نژادان خودشون، در صورتی که تحصیلات کافی نداشته باشن، از خانواده فقیری باشن یا از منطقه مثلا یه مقدار پایین تری باشن، این از تبعیض ممکنه برخوردار بشن و اونها رو هم شامل میشه. اما از نظر آمارها که ما نگاه میکنیم، عمده تبعیضی که در مورد مسلمان روا داشته میشه دیگر یک تبعیض کلاسیک و سنتی به شکل مزاحمت نیست، بلکه یک تبعیضی است در موقعیت‌های کاری، در قرار دادن به اصطلاح کارها در اختیار اونها و در استخدام اونها، که این با وجود اینکه یک امر ملموس و خیلی غیر قابل کنترلیه، چون به طور استاندارد هر کسی رو که اپلای کنه برای یک شغلی وقتی رد میکنن میگن آها کسان دیگری بودن، جلوتر از شما بودن، دلایل دیگری وجود داشت، به خودتون نگیرید، و به خاطر همین خیلی غیر قابل تعقیب نیست. و اینکه دانمارک و بعضی کشورها متوجه این امر شدن و دارن رسیدگی میکنن و راهکارهای واسه بررسی این موضوع گذاشتن و اینها رو کار آماری روش کردن، کار قابل تقدیریه و این جدیت این مطلب رو نشون میده و تازه میشه یک مقدار ابعاد این قصه رو متوجه شد اگر که کشورهای دیگه هم این بررسی‌های دقیق و میدانی و آماری رو انجام بدن. بله، ممنونم از شما. دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر.